یه سلام بچه، یه کامنتی دیدم که نوشته بود این بهاره نیستش، اکانت بهاره هک شده، بهاره از این حرفا نمیزنه. این لایو رو دادم که ببینید پیج دست خودمه، این حرفا رو خودم میزنم. حالا هم اصلا خوب نیست، یه از قیافه مشخصه، سرم درد میکنه، تمام بدنم و سر و صورتم ورم کرده، وقتی عصبی میشم ورم میکنم، انقدر گریه کردم چشم پف کرده و خوابم الان فکر میکنم قشنگ دو شب نخوابیدم، دو شب و دو نمیتونم بخوابم. منم مثل ایرانیای خارج از ایران، از ایران بیخبرم، از خانوادم، از فامیلم در ایران بیخبرم، نمیتونم باشون تماس بگیرم حتی تلفنی. و اگه که لایوم نمیدم به خاطر اینکه الان کسایی که هستیم همه فکر میکنم ایرانی های خارج از کشوریم، اینکه حالا بخوایم لایو بدیم اینجا، لایو بدم و بگیم چیه، چی شد، چی نشد، چیکار کنیم، فایده ای نداره. ایرانی های داخل کشور که ما رو نمیبینن و صدای ما رو نمیشنون. میگم فقط این لایو رو دادم که سیوش کنم که ببینید که خودم هستم. و اینکه بعضی هم نوشته بودن که تو البته کامنت پیجای دیگه زیر پیج من که تو برو رقاصی تو بکن. بله من میرقصم، من داب اسمش میذارم میرقصم و پیجم پیج فان بوده همیشه. هدفم این بوده که همیشه باعث سرگرمی و خنده مردم کشورم باشم، اما این روزها مردم کشورم دیگه حال خندیدن ندارن و دیگه خنده به دردشون نمیخوره. کاری هم که نمیتونم براشون بکنم به غیر از همدردی. اصلا کلا خودم هم نمیتونم دیگه اصلا برقصم، فعلا حال دلم به حال ایران وصله. اگه ایران، مردم ایران اوکی باشن منم اوکیم، اگه بازم اوکی بشم بازم من اوکی میشم. این روزها روزایی نیستش که بخوای برقصی. و حتی و اینکه تو چه به این حرفا، بعضی هم کامنت میذارن که تو چه به این حرفا، چرا که نه، مگه آدم مردمی که الان تو خیابون ریختن مگه سیاسی هن؟ مگه کیان اینا؟ مردم عادی هن، حقشون رو میخوان. هر کسی این روزها باید حرف بزنه، همه. اگر کسی سکوت کرده بیشرفه، هیچ ربطی نداره به اینکه شما رقاصی، شما هنرمندی، شما کمدیانی، شما نمیدونم اصلا هر چی که هستی، فقط لازمه انقدر وجدان و شرف داشته باشی، ایرانی باشی، حرف میزنی، هیچ ربطی نداره. حتما که نباید استاد دانشگاه باشی، سیاست مدار. فعلا که استادای دانشگاه و سیاست مدارا و هنرمندای کله گنده و نمیدونم اینا، فعلا که اونا خفه خون گرفتن، فعلا که اونا چیزی نمیگن. در ضمن من یه دوست کامنت هم گذاشتم، اعتراض کردم به شاهزاده. تای پیجمو که برید پایین، هنوزم وقت نکردم پاک کنم و نمیخوام پاک کنم. عکسای منو میبینید با پرچم شیر و خورشید. من خودم یه روزی طرفدارشون بودم، ولی متاسفانه این آقا داره خیلی بد عمل میکنه، یعنی فقط حرف میزنه، پیام میده. مگه الان اصلا پیام تو رو مگه مردم ایران اصلا میشنون؟ مردم ایران الان نت میخوان، اسلحه میخوان. شما آقا رب دو شامتو میپوشی، قهوتو میگیری دستت میشینی، یه وایس میدی، به چه درد میخوره؟ ایالات میگه نمیدونم میتونیم اینترنت بدیم به ایران. خب بدید دیگه، چرا فقط حرف میزنید؟
سه تا از دوستای دختر من اینجا، بقیه رو من نمیدونم ولی فکر میکنم اکثر ایرانی ها. تو که نمیشه شبیه اردک شدی، گم شو برو اللای به من بیرون. اردک اون ننه خرابته که تو بیناموس رو پس انداخته. فکر میکنم الان همه اکثر ایرانی های خارج از کشور حالشون بد باشه، ولی چیزی که من دیدم چون دوستای دخترم رو شنیدم و خب حالا آدم بزرگا حالا هیچی، حالا منم حالا بده ولی خب ایتس اوکی، ولی چیزی که خیلی من اذیت کرد این دخترای، چه پسر چه دخترایی که اینا رو خانواده هاشون فرستادن، آقازادم نیستن، خانواده هاشون اینا رو با بدبختی فرستادن اینجا که بچه هاشون رو یه جوری نجات داده باشن، حالا درس بخونن اینجا، اقامت بگیرن، بتونن خانواده هاشون رو بفرستن. و اینا یه سری خب زیر 18 سالن، دانش آموزن، دبیرستانین، اینترنشنالن، یه سری هم دانشجوان. اینا دیگه از ایران براشون پول نمیاد، این بچه ها باید اینجا کار کنن و تمام هزینه هاشون رو باید خودشون بدن، درس هم بخونن، چون اگه درس نخونن دیپورت میشه، یعنی نمیتونن اینجا بمونن، از خانواده هاشون خبر ندارن، اینا بچن، اون قدرت روحی رو ندارن، استرس و ترس افتاده تو جونشون، تو کشور غریب احساس وحشت و تنهایی کردن. و خب حالا چون دوستای دخترم، بنا به خاطر دخترم من حالا با اینا ارتباط برقرار کردم و الان دو سه روزه واقعا این دخترها اصلا خیلی حالشون بده، خیلی حالشون بده و من هرچی سعی میکنم بهشون دلداری بدم، بهشون میگم نترسید من هستم اینجا، تنها نیستید، ولی خب باز اینو میترسن. و من واقعا موندم این بچه ها تا کی میخوان از خانواده هاشون بیخبر باشن؟ اینا جوونن، یا کار چه میدونم یهو ترس و ناراحتی بهشون فشار بیاره، اینجا یه بلای سر خودشون بیارن. و واقعا من نمیدونم این خانواده هاشون الان اونجا دارن چی میکشن. خیلی اوضاع بدیه، خیلی اوضاع بدیه، خیلی. هر کسی که تو این روزا سکوت کرده، هر کسی که سکوت کرده، این سری خیلی بده. حتی ماهواره هم قطعه، تلفن ها قطعه، هر کسی که سکوت کرده تو این روزا واقعا بیشرفه، واقعا بیشرفه. اونایی هم که میان کامنت میذارن ما تلفنی حرف زدیم، ما فلانی، اینو زر میذارن، اینو مثل همین یارو آزاده بهشتی، یعنی هم که خبرنگاره که اومده تو توییترش گذاشته که نمیدونم اینترنت هست، من نمیدونم سناپ دادم، نمیدونم فلان کردم، بیسای که اینا از همین دستن. واقعیت اینه که واقعا نمیشه با ایران حرف زد. مثل همه اینایی که نوشتن من الان زنگ زدم ایران، معلوم زنی زدم ایران، اینا همشون زر میزنن، خودشون خرن، فکر میکنن مردم بقیه هم مثل خودشون خرن. مردم ایران الان بیشتر نیاز به این دارن که توی شورشاشون با همبستگی با تکنیک برن جلو، باید بکشن اینا رو. البته حق میدم، منم اگر برم یه جایی که روبروم پر از آدمای وحشی باشه، قاتل باشه، مثل همین نیروهای سرکوبگر و اینا، درسته که به آدم استرس دست میده، آدم قدرت تفکرشو از دست میده، منطقیه، ولی تویی که قید جونتو زدی رفتی، اقلن با هم سازماندهی بریم، با تکنیک بریم جلو.
همینجوری وای میسین اونجا این شعار خب اونا میزنن شما رو برنامه ریزی بکنید اینا رو باید بکشید. نیروی انتظامی، ارتش، سپاه، هر کوفتی، پلیس حتی که امروز لباسشو در نمیاره نمیاد در کنار مردم واسه و داره از یه دیکتاتور، داره از یه قاتل حمایت میکنه، فرقی نداره. اقدام به تجاوز با تجاوز یکیه، اقدام به قتل با خود قتل برابره. اونی که جلوت واسطه فکر نکن یه نیروی انتظامیه که همینطوری حالا اومده وظیفهشو انجام بده، نه، اون خود خامنه ایه، اون خود خامنه ایه. باید بکش، یعنی کمتر از کشتن نباید فکر کرد. کشتن اینا احتیاج به برنامه ریزی داره. بابا این کشورهای دیگه که قیام کردن زدن کشتن، از اینا یاد بگیرید چجوری حمله کردن. نوشته خدا کنه لااقل خون این جوونا پایمال نشه. واقعا واقعا خیلی جوونا مردن، الان خیلی دستگیر شدن تو این سالها و تو این روزها. یعنی واقعا اگر بخواد سکوت برقرار بشه، واقعا اگر بخواد اینا ادامه بدن، خون خیلی ها پایمال شده. از همه بدتر این هنرمندای لس آنجلسی که سالهای سال اینا با پول و حمایت همین مردم ایران توی آمریکا سر پا موندن، امروز چه احمقانه سکوت کردن. 4 روز دیگه میان دوباره کنسرت میذارن و مردمی که اگر برن تو کنسرت ها اینا، حتی ایرانی های خارج از کشور، الان من مطمئنم فقط خارج از کشور اینجا هست، از ایران کسی نیست. ایران نت قطعه، ماهواره قطعه، همه چی قطعه. حتی ما ایرانی های خارج از کشور، من که نمیرم مگر اینکه حمایت ببینم. تا زنده ام دیگه پامو تو هیچ کنسرتی نخواهم گذاشت، مگر اینکه، یعنی اگه 2 روز دیگه هر کدوم از این خواننده ها بخوان بیان اینجا توی ونکوور کنسرت بذارن، میرم دم همون جایی که اینا میخوان کنسرت بذارن، میرم آبروشونو میبرم، به خدا میرم. یعنی باید اینا دیگه حق مگر اینکه حرف بزنن، مگر اینکه حرف بزنن. همه باید دفاع کنن، همه. الان من 2 تا هشتگ گذاشتم، یکی بسته شدن این بسته شدن خامنه ای، یکی هم برای نت. همه باید این هشتگ ها رو بذارن. همه باید از مردم ایران، الان مردم ایران کاری نمیتونن بکنن که الان واقعا برقا قط، نتا قط، بیرون هم بیان حرف بزنن کتک میخورن. خب کیا باید، هر چقدر که تعداد فالوورت بیشتره، هر چقدر که معروفتری، هر چقدر که وضع مالیت بیشتر بهتره، باید بیشتر الان کمک کنی، حمایت کنی. هیچ ربطی نداره به اینکه شغل چیه، کی هستی، فقط کافیه ایرانی باشی و یه ذره غیرت و وجدان داشته باشی. ببین تو که نوشتی برو دماغتو عمل کن، من پول 100 دماغ و عملم و حالا نمیخوام
برو بابا کوتا، شماها آدم شید تا بفهمید انسانیت چیه. انسانیت به این نیستش که دماغ تو عمل کنی بلند شی بیای لایف بدی. انسانیت به اینه که دست چهار نفر رو بگیری، دل چهار نفر. دماغ من هر چی باشه چهار روز دیگه میمیرم، میرم تو خاک، خوراک موریانه و مورچه میشم، استخونام هم بعد چند سال پوسیده میشه. نام نیک خوش است، چه نامی از خودت میخوای بذاری اون مهمه. اصلا چیزی که خیلی بیشتر من رو ناراحت کرد، من رفتم تو پیج حسن روحانی و خامنه ای، بعد پستاشو زدم لایک ببینم کیا اینو لایک میکنن، دیدم وای نصف کسایی که حالا فالوور خودم و از همه بدتر این که منم دارم فالوشون میکنم دارن این دوتا رو چیز میکنن، فالو میکنه، حالا فالو میکنه، حالا آدم ممکنه مثلا خامنه ای رو فالو کنه ببینه مثلا این چه گوی میخوره، ایتس اوکی، ولی دیگه چرا لایکش کردی؟ دیگه چرا لایک میکنی؟ وحید خزایی هم بود، لایک هم کرده بود. نمیدونم به خدا، من خودم یکی از طرفدارای پروپاقرص وحید خزایی بودم، ولی وقتی دیشب دیدم که داره نمیدونم فالو میکنه یا نه، ولی دیدم که لایک کرده، یاد یه استوریش افتادم پارسال که فوش میداد و داد و بیداد میکرد و اینا، یه استوری یه روز گذاشت تو استوری برگشت گفتش که من اصلا دیگه به من ربطی نداره، من بی پول شدم، من بدبخت شدم، من هیچکی به داد من نمیسه، اصلا هر کی پول بده من از اون دفاع میکنم، خامنه ای هم پول بده بگه ساکت شو من ساکت میشم. این استوریش خدا استوریش هم دارم، من استوریش رو دیدم و فکر کردم که حالا عصبانی قاطی کرده یه چیز گفته دیگه. اون مقام تو روزایی بودش که میگفت داره ترک میکنه، گفتم حالا تو ترک و قاطی کرده یه چیز گفته، ولی بعد پیجش بسته شد و بعد با یه سکوت عمیقی اومد و خدا رو شکر خدا هم بهش برکت داده، خونه داده، معلومه که وضعش هم خوب شده. این چیزی که دارم ازش میبینم با اون استوری که گذاشته بود و این لایکی که ازش دیدم تو پیج حسن روحانی و خامنه ای، پست جدیدشون هم بود، پست قدیمی هم نبود، یعنی تو همین یکی دو روز گذشته، تو همین یه هفته گذشته، واقعا اصلا یعنی انگاری کره زمین رو کوبوندن تو سرم. خدایا چه ایرانیایی پیدا میشن، خدایی یعنی انقدر پول ارزش داره؟ واقعا انقدر پول ارزش داره؟ یعنی یه آدمایی هستن روی زمین که به خاطر پول شرف و ناموسشون هم میدن؟ بابا صد رحمت به زن خودفروش، صد رحمت به زن خودفروش، فقط تن خودشو میفروشه. بعضیا ناموس و شرف یه ملت رو میفروشن. به خاطر پول، به خاطر خونه، به خاطر خدای من باورم نمیشه. یا همین هایی که الان تو ایران مثلا بسیجی هم مثلا میرن میگن ما بسیجی، مثلا کارت بسیج میگیرن که از یه مثلا چیزایی برخورداشن، یا میرن اسمشون میدن تو سپاه که از یه منافعی برخورداشن، یا همین نیروهای سرکوبگر میاد هموطن خودشو میزنه که از یه منافعی برخوردار شه. میگه سیستم فاسد، همه رو فاسد کرده.
پس چرا این همه ملتی که دارن از حق خودشون، این همه جوونی که، پس چرا اینا فاسد نشدن؟ پس چرا اینا فاسد نمیشن؟ ای نمیمونه که مثلا من بگم که آقا این گوشه سقف خونه من نم داده خرابه دیگه، ولش کن خرابه، بابا بعد اونو درستش کنم، فساده دیگه، اگه اونو درست نکنم نم میگیره همه جا رو، سقف میاد رو سرم، اگه یه چیزی تو مملکت یه چیزی خرابه، یه جای خرابه، باید درستش کنی. اگه بری بشینی اونجا زیر اون نم سقف همجور نگاه کنی بگی خب فاسد شد دیگه، خراب شد، نم زده، خب میاد. اونایی هم که امروز دارن این کارو میکنن، دارن با دولت همراهی میکنن، اونا هم روزی نابود خواهم شد. فکر میکنن حالشون خوبه، فکر میکنن که زرنگن، فکر میکنن که قدرت دستشونه. با دین گولمون زدن، بله، دینی که پایه و اساسش دروغ باشه. من یه آدم خدا باورم، ولی من دین اسلام رو به هیچ عنوان، من تمام ادیان و مکاتب روی این زمین رو که خیلی هم زیاده، همه رو از جانب خدا میشناسم، دین اسلام رو از جانب خدا نمیشناسم. دین اسلام، خدا هیچ وقت با محمد صحبت نکرده، محمد باد دلشو، باد معدهشو نوشته. به خاطر همینه که من با دین اسلام موافقم، مخالفم. اصلا روحانی آدمی که بخواد بیاد واسطه رابطه شما با خدا بشه، بخواد وکیل وسیع خدا بشه، حتی اگه من مسیحیم، عاشق مسیحم، از ایمان من برمیگردم، ولی حتی اگه کشیشم باشه، بدونید دیوسه، بدونید دیوسه. کسی که بخواد از خدا بگه فقط باید از نیکویی‌های خدا بگه. خدا خوبه، خدا اینجوریه، خدا اونجوریه، خدا تو زندگی من این کارا رو کرد. من حق ندارم بیام اینجا بگم خدا گفت اینطوری، حالا همه تون باید آبی بپوشین، خدا گفت، خدا به من گفت آبی بپوشید، حالا باید آبی بپوشین، آبی نپوشین دهنتون سرویسه. لکنت زبونم گرفتم، نمیتونم حرف بزنم. هر روحانی که اومد فتوا داد، اومد دستور داد، یا اومد حالت حرفش حالت محکومیت داشت، بدونید کسکشه، پوفیوزه، اصلا خدا رو قبول نداره. میخواد حتی مسیحی باشه، میخواد حتی کشیش باشه. این از این. آها، سایت شرط بندی نوشتیم، مسیح گفته سایت شرط بندی. من با کازینو و با شرط بندی و با قمار ذاتاً مشکلی ندارم. توی کانادا هم هستش، کازینو هستش، میرن شرط بندی میکنن، میرن قمار، اینجا هم لوتو هستش، یه چیزایی هستش میخرن مردم از همه فروشگاه ها که شرط بندی، حالا قرعه کشی اسمشون در میاد. خود منم هر از گاهی این کارو میکنم. بنابراین اگر سایت شرط بندی یا سایت حتی قمار یا بازی، هر چیزی رو اگر تبلیغ میکنم، من باش اوکیم. ولی
به شرط اینکه چی؟ اگه بخواد کلاهبرداری باشه نه، که البته فکر میکنم که این قضیه کلاهبرداری که فکر میکنم، مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم این داد و بیدادای جنجال پارسال وعید خزایی هم فکر میکنم بیشتر به خاطر این بوده که امروز بیاد یک سایتی رو بزنه و بگه سایت من از همه سایت ها بهتره، چون من همونیم که پارسال با این سایت ها مبارزه کردم و فکر نمی کنم که این سایت هم با هیچ سایتی فرق داشته باشه. من فکر می کنم یه جور بازی تجاری بوده، یه جور تبلیغ تجاری بوده. اما اتفاقی که برای من افتاد این بود که من تبلیغ سه بار من با سه تا سایت اومدم با من صحبت کردم و گفتن تبلیغ کن، پول تبلیغ رو جدا بهت میدیم، کاربر بره بالا درصد هم بهت میدیم. به من که اصلا اون سایت هایی که تبلیغ میکردم که اصلا نه یوزرشو داشتم نه پسوردشو داشتم و اصلا نمیتونستم برم ببینم توش چه خبره، ولی به جان مادرم، خدا شاهده، به جان بچه ها، اگر یه سنت، اگر یه دلار، اگر یه ریال به من اینها حتی پول تبلیغ منو داشت دادن، ندادن. من یه دلار پول نگرفتم از این تبلیغ سایت، حالا تبلیغش چیزش بماند. نمیخوامم که مثلا حالا قضاوتی حرفی بزنم، ولی خب چون من تو هیچ سایتی نرفتم بازی کنم، شماره حساب بدم بازی کنم ببینم چه اتفاقی برام میفته، فقط شنیدم و نمیتونم پس بگم که آره برای منم چه اتفاقی افتاده. ولی اینو میتونم با جرأت بگم که این سایت دارها حتی پول تبلیغ آدمم با آدم نمیدن. و من دیگه هیچ سایتی رو، سایتی که ایرانی با اون سمت باشه، اگه یکی باشه اینجا خارجی باشه، یه سایت اینوری باشه، آره من تبلیغ میکنم. یا اگه خودم مثلا بلد باشم سایت بزنم، مثلا سایتی که مال خودم باشه، ولی دیگه واسه اونوری ها دیگه من تبلیغ نمیکنم. اینم از سایت. دیگه ببین، تو برو با ندا برو بیرون لایف حرف بزن. خب این یارو ندا هرم پیدا کنم بنازم بیرون. تو هم که میگی به خدا که بازم دروغ میگی، اگه پول بدن هر کاری میکنی. تو هم گم شو برو بیرون. وقتی میگم تحمل نکنید بکشید، آدم های عوضی رو بکشید، چون اگر نکشیشون میکشنتون. خودم اولین کسی هم که این کارو میکنم. آدم بیشعور رو تحمل نمی کنم، چون توی این شلوغی های ایران متاسفانه سخت برام اینو بگم، ولی ایرانی بی‌ناموس هم ما زیاد داریم. ایرانی بی‌ناموس زیاد داریم متاسفانه. بنابراین منی که تا دیروز میگفتم هموطن، نمیدونم عاشقتونم ایرانی ها، نمیدونم چی فلان، از این به بعد فقط به قول طناز مهربان
عاشق ایرانی های اصیلم، ایرانی که ایرانیه. من دیگه هیچ کاری با ایرانی بیناموس ندارم. تا زندم. اینم از این میگم که این لایف دیگه اصلا هیچ ربطی به این لایف ما رو که اصلا بچه های ایران نمیبینن. من هم صدام گرفته، هم حالا خوب نیست، سر صورتم ورم کرده اصلا و من اصلا حال ندارم را برم، حال ندارم ظرفام بشورم، چرا ساعت به این که بخوام برم باشگاه، بخوام مثلا برخصم یه چیزی. و اومدم میگم چون یه چند تا کامنت دیده بودم، به خصوص از همه مهمتر این که چی اسمش، یه نفر کامنت گذاشته بود که این بهاره نیست، اکانتش هک شده، خواستم این لایو رو بدم سیف کنم که ببینن که اکانتش دست خودمه و لایو و پیج من هک نشده، حرفایی که دارم میزنم خودم میزنم. نوشته آفرین به تو طناز، ولی واقعا طناز هم این میگفته، میگفتین باید خضایی با جمهوری اسلامی و نمیدونم از این حرفا. من همش میتوبیدم بهش، گفتم چرت نگو، ولی با حتی با طنازم بلاک کردم طنازم و با طنازم سر یه مسائلی بیشتر همین مسائل قهر بوده، چون فکر میکردم چرت و پرت زیاد میگه، ولی مثل اینکه طناز واقعا بهتر از من میدونست، بهتر از من میشناخت. و اینکه واقعا به هر کسی، هر کسی به هر صدایی به هر شکلی که میتونیم، فقط باید به مردم ایران بگیم که به مقاومتشون ادامه بدن و نه فقط مقاومت کافی نیست، این روزها دیگه مقاومت کافی نیست، این روزها باید بکشید ایرانی های اصیل. از این به بعد از کلمه ایرانی های اصیل استفاده میکنم، ایرانی های اصیل آزادی خواه، ایرانی های عاشق وطن، ایرانی های با غیرت و با شرف که امروز به خاطر حقشون بلند شدن، باید اینو بدونن که تنها راه کشتنه، باید بکشید. شعار و ایستادگی و صلح و مبارزه نمیدونم مسالمت آمیز و اینا جواب نمیده. شما با یک اهریمن بزرگ طرفید، یک اختاپوس که تمام چنگاش و دستاش و حتی تو کشورهای دور ایران هم انداخته، لبنان، عراق، سوریه، تمام ثروت شما رو اینا همه تو کشورهای دیگه دارن بلوکه کردن، همه شون. و این اختاپوس متاسفانه بیناموس دروبرش زیاده. اگر میخواید سر این اختاپوس رو بزنید، باید دست و پاهاش رو قطع کنید، کاری که دولت ها دارن میکنن. اول با تحریم دست ایران رو بستن برای کمک به سوریه و لبنان و عراق، مردم سوریه و لبنان و عراق و کشورهای اطراف به ایران، به دولت مردای ایرانی پشت کردن. الان دیگه ایران، دولت مردای ایران دیگه این کشورهای همسایه رو ندارن، تنها شدن، الان فقط رو در رو هستن با مردم ایران. مردم ایران، مردم اصیل و با شرف، فقط به کشتن فکر کنید. دست خالی با کاپشن برو دست بزن مرگ بر خامنه ای جانا، این فایده نداره. فقط تا میتونید باید وسایلی رو فراهم بکنید که بتونید با اونا مردم رو اینا رو بکشید و باید سازماندهی شده اینا رو محاصره کنید و بهشون حمله کنید، اسلحه هاشون رو بگیرید. فقط به کشتن فکر کنید بابا، یه چاقو بذار تو جیبت،
تا میاد سمتت بزن تو خایش، هر جوری هر جوری باید اینا رو از پا در بیارین. اگه میتونید اسلحه هاشون رو بگیرین. تو که نوشتی خانم کارشناس سیاسی بهاره رقاص، صد رحمت به بهاره رقاص که انقدر شرف داره، انقدر وجدان داره. خاک تو سر تو که نداری، بیناموسی، زن جنده ای، شاید خودت هم جنده ای، شاید خودت هم جنده ای، حتما هستی. گم شو برو بیرون. دیگه تحملتون نمی کنم. میگه تهرانی ها باید بریزن مجلس رو به آتش بکشن. راست میگه. و تهرانی ها خیلی خوب عمل کردن، واقعا دمشون گرم. ولی واقعا راست میگه. بچه ها به خانواده هاتون تو ایران بگید آیپک نصب کنن، نت هست، فقط روی یه سری برنامه خاص نت رو بستن. بگید از گوگل پلی یا بازار نصب کنن، گوگل پلی یا بازار نصب کنن. خب اینو بیا دایرکت بده، بذار من الان پینت کنم. بچه ها ببینین این چی داره میگه. اگه چیزی بلدی بیا یاد بده. تو مثل این که خیلی دماغ من داره اذیتت میکنه، گم شو برو بیرون. الی 1364 بیا دایرکت ببینم چی میگی، ببینم اگه چیز هستش من استوری کنم. میگه هرچی مسجد و امامزاده هست و استانداری رو باید آتیش بزنم. بزنید بابا بزنید، این اماما هیچ کاری براتون نکردن، اینا رو آتیش بزنید. خب بچه ها من فعلا خداحافظی میکنم و امیدوارم بتونیم زودتر از فامیلامون، از خانوادهامون توی ایران خبردار بشیم، حداقل خبردار بشیم ببینیم چه کار دارن میکنن. مواظب خودتون باشید، هر کس هر کاری میتونه انجام بده، با هشتگ، با ایمیل زدن، با نمیدونم کمپین، با اگه کسی قدرتی داره میتونه با سیاستمدارایی، با ارگانایی، با جایی، هر کسی اینور هر کاری میتونه با رایزنی انجام بده، لطفا انجام بده، کوتاهی نکنه. فعلا خداحافظ.